سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با همدیگه یک قانون خیلی مهم و جالب رو برای محاسبه حدها یاد بگیریم و میخوایم قانون رو با این شروع بکنم که فرض بکنید میخوایم حد x به سمت a FX ضرب در jx x رو حساب بکنیم خب اولین راهی که شما پیش میرید مثل همون مثالی که در ویدیو قبل با همدیگه دیدیم این هست که بیایم بگیم که این برابر هست با حد x به سمت a FX ضرب در حد x به سمت jx و اگر من بتونم دقیق حساب بکنم که این دو حد چی هستن میتونم بگم که حد fx در jx رو میتونم دقیق حساب بکنم اما خیلی وقتها اینطور نیست و من به این راحتی نمیتونم این دو تا حد رو حساب بکنم یک اتفاقی که خیلی وقتها میفته اینه که این تابع jx ای من در نقطه در x به سمت a اصلا حد ندارد من هنوز بهتون نگفتم معنی حد نداشتن یعنی چی در ویدیوهای بعد به این میرسیم اما فعلا از من بپذیرید که ممکنه شما اصلا نتونید یک حد رو حساب بکنید و اصلا حدی برای این من وجود نداشته باشه در این صورت این روش به شما کمک نخواهد کرد در چنین مواقع این روشی که در این ویدیو میخوایم یاد بگیریم به کار ما میاد که اتفاقا خیلی روش جالب ساده و دوست داشتنی هست و از قضیه فشردگی اثبات میشه برای این من میخوام اول یک چیزی رو تعریف بکنم و اون هم یک تابع کراندار هست پس اینجوری من تعریف میکنم که به تابع Jx یک تابع کراندار میگوییم اگر عدد حقیقی M وجود داشته باشد به نحوی که اندازه تابع J X یعنی حالا یا در منفی ها یا در مثبت ها اما اندازه اون عددی که ما نسبت میدیم به تابع J X همواره کوچکتر یا مساوی با ام باشه پس معنی کراندار بودن یعنی تابع جی من نتونه از یه عددی بزرگتر بشه حالا این عدد ممکنه خیلی خیلی عدد بزرگی باشه ها یعنی میتونه یک عدد صد رقمی باشه اما نکتهش اینه که من میتونم یک عددی پیدا بکنم که تابع جی من دیگه از اون عدد خیلی از اون عدد بزرگتر نباشه بنابراین این ام میتونه یک عدد خیلی بزرگ هم باشه اما به هر حال اون تابع یک تابع کراندار خواهد بود خب حالا بذارید من یک شکل از ویکیپدیا بیارم براتون که تابع کراندار خب اینها این الان شکل یک تابع کراندار و یک تابع بیکران در صفحه ویکیپدیا همین تابع های کراندار یا باوندد فانکشن ها هست این تابع آبی رنگی که اینجا میبینید این یک تابع بیکران هست چون میبینید که این تابه همینطور داره از این سمت زیاد میشه و از این سمت هم کم میشه و من هر عددی رو تعیین بکنم این تابه میتونه از اون عدد بیشتر بشه طبق این شکلی که ما داریم اما این تابه قرمز من همونطوری که میبینید بین این دو عدد قرار گرفته و من میتونم ادعا بکنم که اندازه این تابه همواره از این عدد کوچیکتر هست یعنی امکان نداره این تابع من از این مقدار اندازش بیشتر یا کمتر بشه بنابراین یک تابع کراندار شکلش یک همچین چیزی خواهد بود حالا من طبق قضیه فشردگی میتونم یک نتیجه از این حد بگیرم چطور میتونم این کار رو بکنم؟ من اگر بدونم تابع من یک تابع کراندار هست در این صورت میدونم که تابع ایکس من حد اکثر برابر با ام و حداقل برابر با منفی ام هست طبق این تعریفی که من از کراندار دارم و در نتیجه من میتونم چه نتیجه بگیرم من میتونم نتیجه بگیرم که تابع اف ایکس در جی حد اکثر برابر با ام ضبط در اف ایکس و حداقل برابر با منفی ام زبدر در اف ایکس یعنی امکان نداره که fx زب در jx بزرگتر از Fx بشه به این دلیلی که j اکثر برابر با Mه و بنابراین m زب در fx سقف بالای این تابع من هست و به همین ترتیب چون دیگه حداقل برابر با منفی Mه بنابراین fx x حداقل برابر با این مقدار خواهد بود و حالا من میتونم قضیه فشوردگی رو اعمال بکنم من میتونم بگم که اگر حد x به سمت a fx مساوی با صفر باشه در این صورت من میدونم که حد x به سمت a m fx مساوی میشه با طبق خاصیت پنجمی که ما در مورد حد یاد گرفتیم مساوی میشه با m ضرب در حد x به سمت a fx که این مساوی میشه با m ضرب در صفر که این مساوی میشه با صفر و به همین ترتیب حد x به سمت a منفی MFx یعنی این عبارت هم مساوی با صفر میشه اینو میتونید شما به همین ترتیب نشون بدید پس هم این حد برابر است با صفر میشه هم این حد برابر با صفر میشه و بنابراین من نتیجه میگیرم که این حد هم طبق قضیه فشردگی باید برابر با صفر بشه بنابراین من میتونم این قانون کلی که یاد گرفتم رو همزمان با اینکه سفر رو کمی جابجا جا میکنم که اینجا جا باز بشه من میتونم این قانون کلی که یاد گرفتیم رو اینجا بنویسم چون این خیلی قانون و مهمیه و من دوست دارم که شما حتما در ذهنتون باقی بمونه من اسم این قانون رو میذارم قانون صفر کراندار این اسمی بود که به ما اینو یاد دادن در دبیرستان و اون همینه که اگر حد x به سمت a تابع F برابر صفر باشد و تابع ج یک تابع کراندار باشد در این صورت خواهیم داشت حد x به سمت a f x j x مساوی با صفر خواهد و اثبات این ادعایی که من کردم دقیقا همین چیزی هست که این بالا گفتم البته من الان خیلی حالت سخت گیرانه ای رو گفتم واقعیتش این هست که تابع ج باید یک تابع کراندار باشه در همسایگی محذوف A یا همون N A ای. یعنی اگر در همون همسایگی محذوف A هم یک تابع کراندار باشه برای ما کافی هست اما حالا این حالت سخت گیرانش اینه که کلا باید یک تابع کراندار باشه حالا میتونیم بریم ببینیم که اصلا این قانون صفر کراندار کجا به درد ما میخوره یک مثالش رو در ویدیو قبل دیدیم وقتی که داشتیم حد x2 سینوس یک x رو حد x به سمت صفرش رو حساب میکردیم ما هم دیگه دیدیم که این یک تابع کراندار هست سینوس همواره یک تابع کراندار و این هم یک تابع یک تابعی بود که حدش در X به سمت صفر برابر با صفر میشد بنابراین صفر ضبط در کراندار داشتیم و حدش برابر با صفر میشد طبق قانون صفر کراندار آیا مثال دیگه ای هم وجود داره بله آره مثلا بیایید بذارید من این سفر رو اصلا یه خورده ببرم بالاتر بیایید مثلا یک همچین تابعی رو با هم دیگه در نظر بگیریم مثلا تابع بذارید من الان خودم مثلا یک مثال تولید بکنم مثلا تابع fx مساوی با x منهای 3 در کوسینوس x به x2 به علاوه 5 رو در نظر بگیرید و فرض بکنید که من میخوام حد x به سمت 3 fx ای رو حساب بکنم در این صورت کلا کار خیلی ساده ای من ندارم برای اینکه این کوسینوس x به x2 به علاوه 5 رو حداقل باید خیلی برم بهش فکر بکنم و ببینم حدش چی میشه کاری نداریم اما با این قانون صفر کراندار من خیلی خیلی راحت میتونم این حد رو حساب بکنم چون من میدونم که حد x منهای سه وقتی که x میره به سمت سه برابر با صفر هست چون یک چند جمله من میتونم عدد دقیقا اون حد رو به جای x قرار بدم و ثانی هم من میدونم که کسینوس یک تابع کراندار هست درست مثل سینوس یعنی کسینوس حد اکثر برابر با یک و حد اقل برابر با منفی یک هست بنابراین طبق قانون صفر کراندار حد x به سمت 3 fx برابر با صفر میشه پس میبینید که این قانون صفر کراندار خیلی 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 میتونه به ما کمک بکنه خصوصا جاهایی که با توابع سینوس کوسینوس یا توابع کراندار معروف دیگه سر و کار داریم فعلا خداحافظ